سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی قسمت چهارم سریال خاندان اژدها. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. قسمت چهارم سریال خاندان اژدها با نام پادشاه دریای باریک پخش شد. کارگردانی این قسمت رو کلر کیرنر انجام داده و نویسندگی این قسمت بر عهده ایرا پارکر بوده. خب بریم سراغ اتفاقاتی که در قسمت چهارم پیش اومد. نیرا به همراه لورد برموند به دستور ویسریس به جزیره استامستان رفتن تا از بین خواستگاران زیاد رنیرا یک نفر را به همسری او انتخاب کنند. دیمون بعد از پیروزی در جنگ به همراه اژدهاش برمیگرده به قصر و در حالی که تاجی بر سر داره میگه که مردم منطقه او رو به عنوان پادشاه دریای باریک نامگذاری کردند، ولی او تاج رو به ویسیریس تقدیم میکنه و سوگند وفاداری میخوره و این اتفاق باعث خوب شدن دوباره رابطه دو برادر میشه. رنیرا هم که هیچ خواستگاری رو قبول نکرده از جزیره برمیگرده و دوباره رابطهش با آلیسنت خوب میشه و به عنوان دو دوست با هم هستن. در این بین ملاقات مجدد دیمون و رنیرا که بعد از چندین سال دوری از هم بودن باعث ایجاد مشکلات زیادی دوباره برای ویسریس میشه که مجبور میشه تصمیم های سخت و مهمی بگیره. خب در قسمت چهارم سریال ورق برگشت و برعکس سه قسمت قبلی که گفتیم هیچ صحنه جنسی وجود نداره، تقریبا این قسمت کاملا آروتیک و پر از صحنه های جنسی بود. تقریبا میشه گفت 10 دقیقه رو به ابتدایی و 10 دقیقه رو به پایانی سریال صحنه های جنسی نداشت و در بقیه مدت زمان سریال مربوط به صحنه های جنسی بود و اتفاقات مهمی هم در 15 دقیقه آخر سریال افتاد که در سرنوشت داستان تاثیر خیلی فراوانی خواهد داشت و میشه گفت بقیه مدت زمان سریال اتفاق خاصی نمیفته، ولی 15 دقیقه پایانی خیلی مهمی داشت سریال برای آینده اتفاقاتی که پیش خواهد اومد. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.